تصویری که یک زندگی را عوض کرد. سلام دوستان، ما هر روز از کنار آدم هایی رد می شویم که نوشته ای روی کارتون در کنارشان دارند و یا کودکشان را در آغوش گرفتند و درخواست کمک می کنند. عبدالحلیم عطار، مرد فراری از جنگ سوریه، در جاده های بیروت در حالی که دختر کوچکش را بر شانه داشت قلم و خودکار می فروخت. فرد ناشناسی عکسی از ویرا حین فروش قلم های آبی رنگ گرفت و این تصویر زندگی او را از بنیاد تغییر داد. برای شنیدن ادامه ماجرا با روزن تیوی همراه باشید. تصور کنید که در لبنان باشید. مهاجران سوری با فرار از جنگ در این کشور میرسند. آنها در این کشور بیگانند و کاری نمی توانند انجام دهند، شاید هم اجازه آن را نداشته باشند، اما برای زندگیشان باید دست به گدایی بزنند. عبدالحلیم نیز از آن جمله افراد است که از جنگ فرار کرده است. مردی که در سوریه تجارت داشت و رستوران موفقی را مدیریت می کرد، اما به دلیل عدم امنیت نتوانست در کشورش بماند و مجبور شد که سوریه را ترک کند. او توانایی عالی در مدیریت رستوران داشت و شاید آشپز ماهری هم باشد، اما در لبنان کسی را ندارد و شغلش هم نمیتواند او را کمک کند. او حالا به نفقه خانواده 4 نفریش گیر مانده است. در ابتدا مردم کم کم او را کمک میکردند که صرف کفایت غذایش را میکرد. در کنار جاده روی کارتون میخوابید. به مرور زمان مهاجرین بیشتر آمدند و مردم هم از دادن سکه به آنها خودداری کردند. عبدالحلیم تصمیم گرفت که کاری کند. او قلم می خرید و در جاده می فروخت. در تصویر عبدالحلیم عطار با دختر 4 سالش بر شانه و قیافه شدیداً خسته دیده می شود. عکسی که پس از ارسال از طریق توییتر بیش از 6000 بار از یکی به دیگری فرستاده شده است. او دخترش را روی شانه می گذاشت و در جاده انتظار داشت که به تعدادی زیاد قلم و پنسل بفروشد. این کار نتوانست او را نجات دهد و فقط می توانست پول غذای ناچیز او را تهیه کند. در میان این همه کاربر توییتر، این تصویر بر زیمون آرسون نروژی نیز شدیداً تأثیر گذاشت. تا آن حدی که او کمپینی با عنوان بگذار او را پیدا کنیم و تمام قلمهایش را خریداری نماییم راه اندازی کرد. کمپینی که زندگی عطار را تغییر داد. درست چند روز بعد از راه اندازی کمپین مذکور، جستجوی عبدالحلیم عطار نتیجه داد و حتی شبکه تلویزیون اسکای نیوز عرب با او گفتگوی را انجام دادند. او ضمن این مصاحبه گفت: مردی با من مقابله شد و گفت که خیلی خوشحال است که مرا می‌بیند و در تمام شبکه‌های اجتماعی در جستجوی من است. عطار در این گفتگو گفت: در ابتدا نمی توانستم بفهمم که چرا در جستجوی من است و در آغاز حتی ترسیده بودم. مبتکر این کمپین زیمون آرسون در اسلوف زندگی می کند و شغل اصلیش مشاورت است. اما او همچنان همکار یک صفحه اینترنتی نیز می باشد که از نواحی درگیر بحران گزارش تهیه می کند. زیمون آرسون در آغاز با کرول معلوف، یکی از فعالین سازمان موسوم به لبنانیان برای مهاجران، ارتباط گرفت و بعد از طریق وی موفق به تماس با عبدالحلیم عطار شد. کمپینی که او راه اندازی کرده بود به سادگی و در میان فقط 4 روز سبب شد تا از 89 کشور جهان جمعاً مبلغ 155 هزار دلار آمریکایی جمع آوری گردد. این کمپین هنوز هم ادامه دارد. عبدالحلیم در گفتگویی با شبکه تلویزیونی مذکور گفت: من هنوز هم نمیتوانم این همه طالع و بختی را که نصیبم شده است باور کنم. این مرد 35 ساله فلسطینی تبار سوریایی مدتی در دمشق، پایتخت سوریه، در یکی از کارخانه های قهوه سازی کار میکرد. اما بعد از اشتعال جنگ داخلی در سوریه با همسر و دختر و پسر کوچکش اردوگاه یرموک در حومه دمشق را نیز ترک کردند. زیرا فلسطینی ها در اردوگاه یرموک در سوریه مورد خشم هر دو جناح جنگی قرار می گرفتند. یک جناح آنها را به حمایت از رژیم بشار اسد محکوم می کرد و جناح دیگر آنها را به همدستی با اپوزیسیون متهم می نمایند. عطار با آن که در یک اردوگاه مهاجران در نزدیکی بیروت با خانواده کوچکش زندگی می کند و برای امرار معاش فقط 40 دلار آمریکایی از جانب یک سازمان خیریه دریافت می کند، با تواضع گفت: دست کم یک سقف بالای سرمان داریم.
او و خانوادش به دلیل اینکه مهاجران فلسطینی‌اند مستحق کمک سازمان خیریه بین‌المللی پناهندگان نمی‌باشند، زیرا وضعیت فلسطینی‌ها در چوکات پیمان 1951 سازمان ملل در امور مهاجران مطابقت نمی‌کند. بنابراین برای فلسطینی‌ها یک سازمان ویژه امدادی موسوم به سازمان بین‌المللی مهاجران فلسطینی در شرق نزدیک ایجاد گردیده است. این سازمان بنابر وابستگی به کمک‌های چند کشور محدود پول دهنده از وضعیت اقتصادی چندان خوبی برخوردار نیست. یک سال گذشت. گیسور تصمیم گرفت که باز هم از مهاجرین سوری دیدن کند. وقتی به بیروت رسید، هرگز انتظارش را نداشت و عبدالحلیم را نشناخت. او یک آپارتمان دو اتاقه خریده بود و یک رستوران و یک کافه باز کرده بود. تعدادی از مهاجرین سوری را استخدام کرده بود تا به او کمک کنند و او هم تلاش می‌کند که به آنها کمک کند. جالب تر از همه این است که حساب گیسور هنوز هم کمک دریافت می‌کند و آنها تصمیم گرفتند که بقیه پول را برای مهاجرین تازه وارد کمک کنند. خیلی راحت یک عکس ساده که در زمان مناسب گرفته شده بود زندگی عبدالحلیم و فامیل و تعداد زیادی دیگر را نجات داد. با کوچکترین مهربانی خرد نمی شویم، بلکه زندگی یک انسان را نجات می دهیم. لطفاً نظرات خود را در قسمت نظرات برای ما بنویسید و لایک ویدیو را فراموش نکنید. تا سلامی دیگر، بدرود.